آقا سلام، ستاره های دلتون فلفل نمکی، شبتون قشنگ، چشماتون آبی، همچین خیلی مشتی. آره عرض کنم خدمتتون که امشب من شیر کنار کنار یکی از این نشستم که اصلا شما فکرشو نمی‌کنید، چون دل شیری دارم. چرا میگم دل شیری دارم؟ چون اگه شما بدونید که این کیه، هر لحظه امکان داره منو بگیره بگیره و دیگه اثری ازم نمونه. خب برای اینکه یه سورپریز برای همه بیننده ها بشه، از اونایی که سنگ کلیه دارن، دیالیزیان، دیابتیان، اونایی که ناراحتی قلبی دارن، اونایی که از بالا بلندی میترسن، اونایی که شب خواب میبینن، کابوس میبینن، یه لحظه چشاشونو ببندن، ما یه تصویر بسته، حجت جان یه تصویر بسته از این به ما بده. آقا این قیافه آقای کاهدان رو با هم دیگه دیدیم. آقای کاهدان امشب مهمون برنامه ما هستن، شبتون ستاره. سوالات برنامه رو شروع میکنیم. سوالاتو شروع میکنیم از آقای کاهدان. هر لحظه امکان داره که ما. خب آقای کاهدان، شما نیروی انتظامی رو به چند گروه تقسیم کردید؟ به سه گروه. گروه یک، دو، سه. گروه یک به قول خودشون گندلاتاشون بودن. نگو گندلات بودن، نگو این کارو کردن، نگو اونجور شدن. بگو بودم، بگو هستم، بگو این کاره بودم، بگو این کاره هستم. من روانی نکن، من روانی تر از این صحبتایی هم که تو داری منو میبینی. کلا اسوات میذار سر داغورت کنم جا. ببین من قرصمو نمیبرم، من روانی هم، من به هم میریزم. نه تو خود نسناستم، تو همون گروه بودی؟ بله قطعا. اینجوری با من صحبت نکن، میزنم اینجا همینجوری رنگی بیافتی پایین. آخه تو بگن چاقو رنگت میپره. آخه من 30 تا زخم خوردم، تو چند تا خوردی؟ بیا نشون بده. آخه من چی رو بهت نشون بدم اینجا؟ آخه نه من به چی نشون، جلوی همه دوربین، جلوی همه حجت جامعه چی نشون بدم؟ آخه ها اومدی اینجا زخم و زیلتو به مردم نشون بدی؟ ها یعنی من شهامت دعوا کردن، شهامت خون ریختن، شهامت خون زدن دارم. بلش کن اصلا، بلش کن، بلش کن. میگن نیروی انتظامی، مامورای نیروی انتظامی 600% غلطن. یعنی آدمای تیپ ناجوری هن دیگه، خلاصه اینجوری باید بگن. یعنی 600% تو کارشون خطا دارن مامورای نیروی انتظامی. نظرت چیه؟ انصاف قصه اینه که جا دارد خاک کف پای مأموریتی پرسنلم رو ببوسم و افتخار کنم، چرا که این درصد خطا اصلاً یک درصد بسیار افتخار آفرین هست در نکته‌ای که بایستی توجه کرد و دقت کرد. کاهدان نادان، خطا چیز خوبی نیستش که میگه این درصد از مأمورای ما خطا دارن که. ولی خب حالا که زیاد اصرار میکنی ترتیزک، یا این تایی کف شما رو ببوس بدی. اصلا هم خنده نداره. خنده دار بحث دیشب بود، یادت؟ بعد از بحث دیشب دو تا افسری گذاشتم تو گوشت، همچین لب برگردون افتادی. کاهدان گوش میکنی؟ لب برگردون اونجا تا شدی افتادی. فوق‌العاده بود، به نظر من خیلی صحنه قشنگی بود. فوق‌العاده. نظر تو چی بود؟ من نظرم جالب بود. پس فوق‌العاده جالب بود. نه میشه از نظر من جالب از نظر شما فوق‌العاده جالب. ببین کاهدان، با اینکه این همه بگیر و ببند و این همه ما فلان نیروی انتظامی هله نه و طولونه و اله بله جیم بله، ولی همچین پشمی هم به کلاهش نمونده. مردم یه سری چیزایی رو فهمیدن. ها فکر میکنم، فکر میکنیم چیه اونا؟ اینها افراد پوشالی توخالی بیشی نیستن بابا. مشخصا تو این داستانای پمپ بنزین و هم درگیری های اخیر تو خیابونا اینا زدن و روفتن و کوفتن و اینا، نیروی انتظامی هیچ غلطی نمیتونست بکنه. ها مردم باور کردن که اینا شکستنی هن، باور کردن که اینا خود شدنی هن و باور کردن که اینها آدم های بسیار ترسو اما دیو صفت. یک چهره دیوگونه جلو داشتن، عقبه ترسو. آقا یه سوال من بکنم. آقا من یه سوالی بکنم. امام میگفت خور لکن پف. الان خور مهمتره یا پف؟ این خور مهم است که در خور را حتما رعایت کنیم. آقا ما یه فیلمی از این آقای کاهدان داریم که حجت اون فیلمه هم هست ها؟ از این آقای کاهدان داریم که نمیشه نشونش داد. چرا نمیتونید نشون بدید؟ آخه نمیدونم حجت چجوری؟ آخه خیلی افتضاح. از اوناست که ولی فقی ببینه چپلو بین بلدو افتضاح و بیدیو دیو اوناس دا میخوای نشون بدیم؟ ولی فکر میکنم مشکلی نداره تو پخشش. باش آه نشون بدیم. آه اجاد جانه نشون بدیم.
اسناسی هستی تو بود. آقا اونجای دست داره نکنه بود. تو پشت برده و اینا و دیبی ریدی و دیو و دباردی و دادان و نادان و رادان دیگه. ولی با آقا با این همه یه چیزی من بگم اونجا جا بسته اینو بده شما به نظر من حجت داری خیلی خوشتیپتر از آقای احمدی نژاد هستید. آخه به چه خجالتی میکشه به حجت. ببین سرتو بگیر بالا، سرتو بگیر اونجوری نکن قیافتو. من به تو رو نشناسم، در دارم جرس دیوار میخورم. سرتو بنداز بالا، آبت دارم بهت میگم. گاف میش اینجوری نکن با من، میذارم اینجا درب داغونت میکنم. فکر نکن من حواست جمع کن. من آدم روانی هم، قرص هم نخوردم اومدم اینجا. این آقای احمدی نژاد و کابینش اینا میرن مسافرت‌های خارجی، میرن مسافرت‌های استانی، وقتی برمیگردن هیچ چیز تغییر نمی‌کنه. برمیگردن اینا چجوریان؟ اینا وقتی برمیگردن هنوز لاتن، هنوز رزلن و هنوز کار انجام میدن و هنوز عربده کشی میکنن. صحبت این آقای احمدی نژاد شد. این هیکل وندامی توپشو از کجا آورده؟ این مافنگی بود. چقدر خرج این هیکل کرده؟ روزی 60,000 تومان هزینه مواد نیروزایی بود که بایستی مصرف میکرد تا سینه هاش ستب بشه، پشت گردنش گوشت بیاره. فقط روزی 60,000 تومان مواد انرژیزا. این 60,000 تومان رو از کی میگرفت؟ معلومه که از کی میگیره. اوزما دیگه. اونم که هر شب دامتش برکاته، یعنی هشتش گرون نوش. قبول داری؟ یعنی پول عملش هم دستی میگیره. اما حالا آقا آخر برنامه شبتون خالخالی، نگاهاتون همچین یه ذره ابریشمی حجت داشته باشن. آقا 20-30 ثانیه وقت داریم، کلام آخره بگو. 20-30 ثانیه فقط بگیم. پس با عرض سلام، خدا حافظ. اما و زهر مار یخ کنی، موتور آوردی ملت ازت بترسن. الان شده اسباب خنده. من درست صحبت کنم؟ چخه چخه.